سلام دوستو عزیز، انجینر عبدالصبور هستم و شما به چنل آنلاین سیول انجینرینگ خوش آمدید. امیدوار هستم دارای صحت کامل باشید و روزای قرنطین و روزای رمضان المبارک بخیر سپری شود. دوستای محترم، اگر شما علاقمند آموزش برنامه های انجینری هستید، لطفا چنل آنلاین سیول انجینرینگ را سابسکرایب نمایید و تعداد از دوستایی که این ویدیوها را از طریق صفحه آنلاین سیول انجینرینگ و یا هم از طریق فیسبوک میمینه، لطفا ویدیو را با دوستانتان شیر کنید تا با او تعداد از دوستایی که به این ویدیو ها ضرورت دارد به او دوستا برسد. خب دوستای عزیز، در درس های قبلی ما شما مینوی سلکت تمام شه خوانده بودیم که سلکت و دی سلکت و انورت سلکت تمام شه خوانده بودیم. تقریبا دوستای عزیز، ما شما با ترسیم یک پروژه 80-85% آشنایی پیدا کردیم. بعض قسمت های دیگر سرش کار میکنیم که یک پروژه را ما بتانیم اما ترسیم ابتدایی شه خلاص کنیم. باز انشاءالله در سر مینوی دیفاین و مینوی اساین و انالایز و دیسپلی و دا اپشن و دا اینا بخیر به تفصیل کار میکنیم. دوستای عزیز، مینوی سلکت ما خلاص کرده بودیم. اگر بیم در مینوی فایل که اینی مینو تمامش خلاص شده بود که برات زوب مینوی درا بود که دهی قسمت هم است که یک اندازیش دهی جمانده که باز ما شما پسندتر نظر به ضرورت این قسمت ها را هم میخانیم. اگر در مینوی فایل بیم، اگر نیو مدل خانده بودیم ما شما که عبارت از زونمو است که نیو مدل، اگر ما شما یک مدل نو ایجاد کنیم باز کلیک میکنیم سر نیو مدل، اونمو باز پنجره مشهور ما شما یا پنجره آشنایی که ما شما یونتای خود ترتیب میکردیم از اونمو پنجره باز میشه، کلیک اوکی باز باز ما شما اونمو سیستم گرید لاینا را میخه که سیستم گرید لاینا را خانده بودیم. اگر اوکی بگوییم میبینیم که یک سیستم نو، یک مدل نو را که میخواستیم در صفحه ای تبز ما شما باز شد. اوپن هم اگر این مدل را نخواهیم سیف کنیم، اوپن بریم بروی دسکتاپ، اونمو مدل سابقه خود ما شما که برای یک پروژه سرش کار کرده بودیم فاردی تابز بدخشان ادمنستریشن بیلدینگ، اگر سرش کلیک کنیم اینمی صفحه ما شما دوباره یک مدل بود که برای ما شما واز شد. اگر کلوز بگیم اینمی مدل ما شما کلوز میشه یا در قسمت هایی که ما شما کار میکنیم تا یک اندازه باز توقف میکنیم سیو میزنیم سیو میشه یا سیو از اینمی ره اینمی مدل با یک نام دیگه ثبت نکنیم. فرضاً من نشته کردیم بی فرزن بدخشان ادمنستریشن بیلدینگ است، اگر شما به یک نام دیگه ثبت میکنین با سیو از میزنین دی قسمت شما نامش علاوه میکنین به یک نام دیگه براتان سیو میکنین که چیزای موضوعات عادی است که ما شما در برنامه قبلی خود هم کار کرده بودیم. دیگه است این ناسبه موضوع مهمش امپورت است که امپورت در قسمت ها شما میبینین که از برنامه های مختلف ما شما میتانیم یک فایل در برنامه ای تبز 2018 امپورت کنیم یا فرزن از برنامه قبلی ما یک پروژه را فرزن کار کردم یا خود ما یکی از دوستای ما کار کرده میخواهیم که این برنامه را ما شما در برنامه ای تبز ابده یا ای تبز 2018 اوپن کنیم، باز میشه از این قسمت از ای تبز .2KL فایل امپورت میکنیم یا از روید سترکچر میکنیم یا هم بعض پلان هست که گرید لاینشان به شکل مغلق دیزاین شده میباشه، میشه که ما شما از ارکیتکچر پلان یا از اتوکاد پلان ها را بر خود ما شما امپورت کنیم و باز در سر زو بیم و گادر رسم کنیم که انشالله بعد از اینکه ما مینوها را خلاص کردیم یک پروژه را که سیستم های گرید لاین های زونا این سبا این گرید لاین ها رو شما میبینید که به شکل 90 درجه کار شده است این را کار میکنیم. باز در آخر یک پروژه دیگه را ما کار میکنیم که گرید لاینش به شکل 90 درجه نباشه که بتانیم به یک زاویه باشه و یا هم گرید لاینشان گول باشه. فرزن اگر ما یک استیدیوم ورزشی داشته باشیم یک قسمت های دیگه یک تعمیر که قسمتش گول باشه ما چه قسم میتانیم گرید لاین ها برش رسم کنیم و یا هم
چه قسم میتونیم او گرید لاینار را از اتوکاد امپورت کنیم برای خود که از قسمت امپورت است که از مختلف برنامه ما شما میتونیم امپورت کنیم که از اتوکاد DXF فایل است یا از فلور پلان است یا 3D پلان است میتونیم ما امپورت کنیم یا هم بخش اکسپورت است که میتونیم ما LME فایلی تبس که در 2018 ما ای را انالایز کردیم یا درا کردیم میتونیم به مارژانای مختلف ای تبز ما ای را اکسپورت کنیم فرزن ما دیب دا ای تبز 2018 یعنی می فایل ما درا کردیم اما فایل را که ما با کسی روان میکنیم اونا اگر از این ورژن دسترسی نداشته باشه به ورژن پایین تر هم مثل در برنامه های دیگه که از فرزن در اکسل است یا در ورد است ما شما یک فایل سیو میکنیم فرزن ما در اکسل 2018 کار میکنیم و ما با دوست ما که یا با در ورد 2018 کار میکنیم یک مکتوب جور میکنیم اما با یک نفر دیگه به یک دوست ما روان میکنیم اونا از که در ورژن پایین تر داره باز ما اونو مورد اون ورژن پایین ترش ثبت میکنیم در قسمت هم میشه اکسپورت سیاه هم اینجنر سایبا خود ای تبز نمیتانه فاندیشن ها را دیزاین کنه ما میشه که نمی برنامه خود که ما پایه ها و قدر ها و اینا را بعض قسمت های دیگه که ما دیزاین کردیم بازی رو ما اکسپورت میکنیم برای برنامه سیف که در اوجه باز ما شما میتانیم فاندیشن ها را دیزاین کنیم که انشالله یک ساختمان آماده قسمت دیزاین میکنیم و بازی نمیره ما شما یک دفعه اکسپورت میکنیمش به یک برنامه پایین ورژن پایین تر ازی و یا هم اکسپورت میکنیمش در اتوکاد و یا اکسپورت میکنیمش در سیو اما شما باید حالا فعلا از این خاطر یادآوری برتان کردم که شما مطمئن باشین که ما از ای تبزه که ورژنش با ای فرق داشته باشه هم میتونیم امپورت کنیم و یا هم میتونیم به برنامه های مختلفی که در قسمت ذکر شده اکسپورت کنیم برای خود دیگه ایش از ای قسمت باشه که اپلود تو CSI کلاود که اگر در صورت که ما شما ای تبز ما راجستر باشه ما میتونیم در خود اینمی مدل خود در اونمو قسمت ما اپلود کنیم دیگهش از انجنر صاحبه محترم پرنت گرافیک است که در پرنت گرافیک وقتی که ما شما اگر یک فایل خود بخواییم پرنت کنیم باز از این قسمت ما شما میتونیم که اونمو سیستم پرنت خود عیار کنیم که دیجه مختلف کمانده است فرزن ما شما در پلانای اتوکاد ما برتان نشان دادم که ما شما یک پلان داشته باشیم فرزن دو زیرش اگر چیزی نشته کنیم دیگه فرزن کلیک میکنیم نشته میکنیم پلان یا نشته میکنیم فرست فلور پلان تکسش هم میتونیم از اینجا انواع مختلف تکس ها را انتخاب کنیم سایز تکس انتخاب میکنیم رنگ تکس انتخاب میکنیم و وقتی که کلمه دن بزنیم در این قسمت دن میشه باز میشه که ما شما از این قسمت ها ای را خرد و کلان هم کنیم و یا موقعیت هایش تغییر بتیم هم میشه که برای پرنت خود آماده کنیم و یا هم نامه را نوشته کنیم که جناسبه اگر در پلانه مهندسی ببینین در هر بخشا در هر پلان نوشته می باشه که از باز از ای تبز خوبیش است که دیجه قسمت ورژن ای تبز نوشته میکنه در ای تاریخ هم اونمو تاریخ شک شما پرد میکنین تاریخ را میزنه و اگر پایین بیاییم باز در این قسمت هم بر ما شما نشان میده که اینمی کدام پلان از فرزن اینا پلان ویو ستوری نمبر 4 زید مساوی با 12 متر یا نامش از بدخشان ادمنستریشن بلدنگ دات ای دی بی که مو ای دی بی منظورش از ای تابز است پسوند ای تابز است فرزن پسوند اتوکاد دی دبلیو جی است از ای تابز ای اس خب در قسمت اد ایمیج فرزن یک اکس آماده ایرمی میخواییم
اد کنیم که از هر قسمت که ما یک عکس داشته باشیم کلیک میکنیم، منتظر میباشیم تا پنجره باز شوه. فرزند میریم در درایو دی، یک لوگوی اونم چنل خود ما را میریم اد. دی قسمت اد شد، وقت در وقت پرینت کنیم باز برای ما شما او را هم نشان میده. یا هم از پیج سیتاب که مثل دیگه برنامه واره اینا، ای هم پیج سیتاب داره که فرزن لیتر است و انواع مختلف سایزای ورق است که شما میتونین برش انتخاب کنین که لندسکیپ باشه یا پروتیت پرند میکنینش، از طرف راست چقدر فاصله داشته باشه، از طرف چپ، از طرف بالا، از طرف پایین فاصله ایش است که در مثل دیگه برنامه پیچ ستاب هم داره که در قسمت ما شما وقت خدا ضایع نمی کنیم. دوست عزیز یا پرینتر ستاب است که در کدام پرینتر فرزن شما، اگر هر پرینتر انتخاب باشه، هر پرینتر در کمپیوتر تان انستال باشه، شما میتونین نورا پرینتر از قسمت انتخاب کنین. آل پیج میخواین شما پرینت کنین یا یک ورقه میخواین پرینت کنین، تمام قسمت ها را شما میتونین از این قسمت تنظیم کنین. چون دیجی یک صفحه است تنها اینمی آل مانده، اگر صفحه زیاد باشه باز میشه که ما شما تعداد صفحات خود از اینجا انتخاب کنیم. باز میگم پرینت در سر دسکتاپ فرزن میگمش پرینت کنش. ما چون پی دی اف اگر انتخاب کرده بودم، میبینین کریتینگ اداب پی دی اف اینمی ورقه بر ما شما در پی دی اف، اگر باز پرینتر بود اونا در پرینتر انتخاب میکنیم، بر ما شما ایره در پرینتر پرینت میکنن. خوب چون اکسترود ویو بود تمام بیما با مزخامت خود بود، یک اندازه وقت میگیره اینجا سایبا، ما شما منتظر میباشیم. در این قسمت هم اینجا سایبا سکلش است که دراوینگ سکل یک به نسبت ده است. فرزن از این قسمت ما شما میتانیم مو سکل پرنت خود تبدیل کنیم که یک به نسبت 100 باشه، یک به نسبت 50 باشه، یک به نسبت چند باشه. خب دوستای عزیز اینا دیدیم که صفحه ما شما در پی دی اف پرنت شد. پروسسینگ پیج 1 of 1، یک اندازه وقت میگیره چون گفتم یک ساعت بیشتر که اکسترود ویو آن بود. بنا این قسمت بر ما شما میبینید که نمو اندازه رو گفته بودیم در داخل پرنت بر ما شما در پی دی اف نشان دادش، میبینید بین می اندازه بود. اگر باز ما ای رو بخواییم پایین تر بیاریم تمام شه، میشه فایل خود اول جای در جای کنیم، باز میتونیم که پرنت بگوییمش. خب دوست عزیزی قسمت بود از پرنت گرافیک یا از اون مصفحه کیبورد خود. اگر ما کنترول پی پرس کنیم پرنت میشه، پرنت گرافیک. دیگه ایش هست کریت ریپورت. کریت ریپورت سر زیاد اینجا سبا گپ نمیزنیم چون ما هنوز پروژه را انالایز نکدیم، دیزاین نکدیم، اما در بعض قسمت هایش ما میگیم فرزن شو پروژیکت ریپورت است که خود ای تبز یک راپور جور میکنه برای ما شما که این یک میبینید شما 43 صفحه راپور جور کرده که تمام چیزایی که دی کار شده بر ما شما راپورش نشان میده. یا فرضاً میایم دا کریت دا فایل مینو دا کریت رپورت شو راپور سمری است، اونم خلاصه
راپور کې د دوه ورق برمو شما خلاصه کده که نشان میده ای تبز دا ورژن ابده دیزاین شده از دی قسمت و نمو لود لودار نشان میده لود کیس نشان میده برای ما شما که ما شما فرزن اگر یک پروژه را طرح و دیزاین میکنیم در قدم اول ما اگر میخواستیم به کسی روان کنیمش دیگه به دونرش روان کنیم موفایل خود ایتابز ما روان نمیکنیم راپورش است که راپور روان میکنیم باز انشالله راپور ما شما در قسم وقتی که انالایز و دیزاین ما شما مکمل شد باز کرید راپور ما یک پروژه خود راپورش جور میکنیم که هم راپور مکمل جور میکنیم هم یک راپور خلاصه را جور میکنیم و یا هم اگر بخوایم اد نیو یوزر ریپورت که فرزن خود ما یک اندازه دی قسمت در راپور چیزای را غیر علاوزی که ای تبز برای ما شما راپور جور میکنه دی قسمت هم ما شما میتانیم یک اندازه خود ما در راپور علاوگی هایی که چیزی که در نظر است میشه از این قسمت ما شما علاوه کنیم اما فعلا سر راپور هم وقت خود ضایع نمی کنیم دیگه شست کپچر پیکچر است که از میتانیم ما از جای مختلف عکسای مختلف زینمی ساختمان داشته باشیم که اگر کلیک کنیم سر دسکاپ ما میگیم فایل نیم سیف بر ما شما یک عکس تهیه کرد از اینجا میبینید که به عکس تهیه کرد اگر از ضرورت باشه از کدام قسمت های دیگه عکس ما بگیریم هم میتونیم از اینمی کپچر مین ویندو را از پیش بگیریم یا کرنت ویندو از که کدام ویندوی که فعال باشه ویندوی 3D باشه یا ویندوی 2D باشه ما شما از قسمت های مختلف عکس را هم گرفته میتونیم که یک عکس را باز میشه که زم راپور خود کنیم که در کدام قسمت هایی که به خاطر جور کردن راپور ما از او استفاده میکنیم اون ما عکس را در قسمت های راپور ما میتونیم نشان بدیم وقتی که راپور جور میکنیم کریت پیکچر باز باز قسمت های مختلف ما شما راپور را برش عکس ها هم جور کرده میتونیم دیگه قسمت مهم که در فایل مینو آمدیم پروژیکت انفارمیشن است که در باره یک پروژه معلومات است فرزن کلینت نیم از اون اینمی اداره که اینمی پروژه را برای ما شما طرح و دیزاینش سپاریده بود که باید را دیزاین کنیم که از فرزن پروژه از وزارت شهرسازی و آرایش نوشته میکنیم MUDL یا Ministry of Urban Development and Land project name فرزن نوشته کرده بودیم بدخشان administration building بدخشان administration building project number فرزن هر اداره از خود سیستم کوددهی داره MUDL/ فرزن W1399 این قسم یک کود نمبر داشته می باشه یا کمپانی نیم یعنی کمپانی نیم کدام کمپانی که این را دیزاین کده فرزن آنلاین سیول انجینرینگ آن لاین آنلاین سیول انجینرینگ کمپانی لوگو از یک جای لوگو یک کمپانی اون هر کمپانی از خود یک لوگو داره فرزن ما شما اگه اون لوگوی خود بیاریم میگیم آل فایل آنلاین سیوال انجینرینگ لوگو رو بیاریم دینی قسمت اونو بر ما شما آورد وقتی که باز پرند کنیمش پرند میشه کدام انجینری را دیزاین کده فرزن میگیم عبدال صبور پروژه را دیزاین کرده چک توسط کدام انجینر شده توسط هر انجینری که چک شده بودی را چک میکنیم و یا هم نامش نوشته میکنیم سوپروایزر
توسط کدام شخص یعنی جریانه کار که دیزاین شده است سوپروایز شده است یا مدل نیم مدل چندم است فرزان ما اینمی را بدخشان ادمنستریشن بیلدنگ از این قسمت اگیر کاپی بگیریم کاپی فرزان کاپی میکنیم دیجا باز میگه مدل دسکریپشن توضیحات دی است توضیحات دبارش نشته میکنیم یا ریویژن نمبر فرزن دیزاین بار اولش است یا ایشو نمبرش است که پروژه وقتی که به داوطلبی سپرده میشه ایشو نمبر زده میشه که دیگه قسمت هم میشه اونمو ایشو نمبرش بزنیم اوکی کنیمش برای ما شما در باری زینمی پروژه مکمل معلومات داد که بازده کریت انفرمیشن وقتی که ما شما راپور جور میکنیم اینمی موضوعات کل دونمو راپور ما شما می باشن کامنتس این لک ایره هم می مانیم دیگه تو موضوع چیزی خاص نمانده شو اینپوت آوتپوت تکس فایل ای هم مربوط راپور میشه که ای هم در راپور است و ای خونمو موقعیت زینمی فایل نشان میده که ما شما ای فایل از کدام قسمت واس کردیم مگه اگزیت بزنیم از برنامه از اینمی برنامه خارج میشیم دیگه از قسمت مینوی ایدیت که یک اندازه ما شما دوست عزیز در مینوی فایل هم اوپن فرزن اوپن نیو مدل اوپن و کلوز و سیو سیو از امپورت اکسپورت و پرنت گرافیک و کریت راپور رو ماندیم یک قسمت های شکار کردیم یک قسمت های دیگیش باز بسانترا ضرورت میشه که ما شما با اونا کار کنیم جناب صاحب محترم اندو ریدو کات کاپی پیست دیلیت این هم در برنامه های دیگه است که کدام فرق با این نداره صرف در پیست یک اندازه که دیگه برنامه فرق داره که میخواستیم اونمو رو سرش کار کنیم فرضاً ما میگیم یعنی بیم ما سلکت میکنیم از کیبورد دیلیت میزنیم بیم دیلیت شد اگر پس پشیمان شدیم بگیم اندو پس اندو میکنیمش باز میه اگر باز هم بگیم نه پس سر پشیمان پشیمان شدیم باز بگیم اینمی بیم پس شوا از اینمی جه میگیم ریدو میبینین باز دوباره پس شد اگر بگیم اندو پس آمد یا هم دی قسمت شما میبینین که گزینه کاپی کات کاپی دیلیت اینا غیر فعال است اگر ما اینمی قسمت اگر سلکت کنیم باز فعال میشه فرضاً ما میگیم اینمی بیم کاپی کو وقتی کاپی کردیمش یک نقطه را ما باید برش انتخاب کنیم بعد از اینکه انتخاب کردیم باز می پس در مینوی ایدیت برش میگیم پیست وقتی که پیست ما فعال کردیم میگه در کجا پیست کنه نظر به دلتا ایکس و دلتا وای را فاصله شمیتیم نه واحد شما میبینید جه متر است فرزن ما میگه نظر به محور وای برش فاصله میتیم که دیده شا نظر به محور وای فرزن میگه 1.5 متر پیست کن کلک میکنیم اونو مو بیمش ما هم در مدل 3D میتانین ببینین و هم میتانین در مدل 2D ببینین که یک بیم بر ما شما به فاصله 1.5 متر پیست کرد یا هم اینی بیمار اگر ما شما انتخاب کنیم اگر در قسمت ما شما در 1.5 متر یک پیک داشته باشیم باز میگیم کاپی باز میگیم پیست یک نقطه را انتخاب میکنیم فرضاً میگیم این از اینمی خب پیش زی که ما چی کنیم اول نقطه را انتخاب میکنیم باز میگیم پیست 1.5 متر پیست اونمو بیمار میبینید یک متری بر ما شما این دفعه اینا را پیست کرد اگر یک سلاب هم سرش رسم کنیم اینا به شکل پیک رسم کرد اگر در آخر قسمت های آخر پیک گادر داشتیم خوب اگر نداشتیم پسی گادر را دلیت میکنیم به این شکل اینا شد ما یک دانه پیک با کمک کماند پیست ترسیم کرده بتانیم
add to model from template. Delete هم اینجا سبا دلیت ماند که فرزن اینمی قسمت ما اگر کپی کنیم میگیم میم در منوی ایدیت میگیم کپی باز اینی نقطه را فرزن اگر انتخاب کنیم باز میم میگیم پیست فرزن کنیم متر نه این دفعه میگیریمش میگیم سی متر پیست دی قسمت بر ما شما پیست کرد اگر سلیکت کنیم باز از منوی ایدیت میم یا زیجه میگیم دلیت یا هم تکمی دلیت از کیبورد میزنیم بر ما شما دلیت میکنش دلیت دلیت کردش. خب دیگه از اینجا سبا add to model from template که باز از 2D structure است و 3D structure است. فرضاً اگر در قسمت ما در یک جای دیگه یک تمپلیت را جور کرده باشیم فرضاً اگر او تمپلیت 2D فریم باشه یا 2D ترس باشه یا هم 2D وال باشه میتونیم از اونم قسم از اینی جا وارد کنیم. فرضاً اینی ساختمان ما شما اگر این را کلوز کنیم این ساختمان اگر ببینیم اگر در بالای سر خود یک ترس داشته باشه ترس سایزی فرضاً نمیشه که ترس ما شما یا در اینمیجا سرش کار کنیم جور کنیمش هم میشه اما اگر در صفحه دیگه ما ترس جور کرده باشیم باز اونو مترس ما میاریم در می قسمت هایی که ترس ها واقع شده می باشه میتونیم از add to template ما شما بیاریمش از 2D structure باشه و یا هم 3D structure باشه. فرضاً یک ترس قسمت ها کشه میاریم باز دی قسمت از ما شما معلومات میخواه که به این شکل ترس ما است سیستم امو گریت سیستم امو سیستم ما شما جی یک است در ستوری در کدام قسمت بر ما شما اد کنه. فرضاً از ستوری یک گرفته تا ستوری چهار ترس است ما شما میگیم کنمو در ترس در سر منزل چهار بر ما شما ترسیم کنه. نمبر آف دیویژن چند تقسیمات باشه فرضاً ما برش میگیم پنج تقسیم باشه. لنت آف دیویژنش فرضاً باشه 1.5 متر. هایت ترس فرضاً باشه 2 متر. بازی تمپلیت ها نظر به تمپلیت ها اینمی هر تمپلیت را که ما وارد میکنیم می مینو ها فرق میکنه برای ما شما. بازی ایجا لوکیشن این پلان است که نظر به محور X در کجا باشه نظر به محور Y در کجا باشه برای ما شما نشان میده و به کدام زاویه قرار داشته باشه گیره برای ما شما نشان میده. یا اگر نقاط را نفهمیدیم میشه که از پیک تو پاینت تو سپیشل لوکیشن هم میتونیم بگیریم. اگر برش بگویم اوکی باز کلوز این دینی قسمت شما این سایبا میبینید که یک دانه ترس اد شد اون دو قسمت میبینین که یک دانه ترس اد شد. بازیر ما شما به هر زاویه که بخواییم به اونمو زاویه ای را ترسیم کده میتانیم. ای بود از موضوع اد تو تمپلیت که ما شما میتانیم از تمپلیت که از قبلا کار کده باشین در یک جای میتانیم دیرمی سترکچر خود اد کنیم. یا فرضاً زینه را دیزاینش یک اندازه مخلق است که میشه ایره ما به شکل تمپلیت در قسمت ذخیره کنیم. فرضاً اگر در این قسمت ساختمان ما شما زینه داشته باشیم میشه که در این قسمت ما زینه را هم ترسیم کنیم از اونموجا از اون صفحه اد تو تمپلیت اوپن میکنیم در زینه ما شما که در قسمت است از اون موج زینه را اگر به شکل 2D رسم کرده بودیمش 2D شه میاریم و یا هم به شکل 3D اگر رسم کرده بودیم به شکل 3D بود به شکل 3D انتقال میکنیم که انشاءالله در بخش زینه را در ترسیمش ما باز انشاءالله از یک زینه را جداگانه جور میکنیم و اد میکنیم مثل میترس کات کردیم ای را هم اد میکنیم. یا این قسمت بسیار مهم است که Edit Story گریت سیستم است. فرضاً اما میتونیم بعد از اینکه ما شما این سایبا سیستم های خود تمام سیستم گرید لاین های خود
پایهارا بیمارا یارا تمامش ما شما ترسیم کردیم. بعد زو هم ما میتانیم در قسمت های مختلف تغییر بیاریم. فرزن ما وای اول 4 متر 35 دادیم، اگر ما اینمی فاصله را تغییر بدیم باز میم در مینوی ایدیت گریت سیستم است که باز دی قسمت ما میتانیم در قسمت بالایی تعداد منازل و در منازل فرق بیاریم، در تعداد پایینی هم میتانیم، دی قسمت هم میتانیم در سیستم های گرید لاین افقی خود ما شما تغییرات بیاریم. اول میایم در تعداد منازل مودیفای شو ستوری دیتا، اگر سر از این ما کلیک کنیم فرزند آلا ما میبینیم که ما شما 4 منزل داریم. اگر این میره ما شما یک منزل دیگه سرش علاوه کنیم، یا ماستر ستوری تغییر بتیم، یا کدام بخش دیگه تغییر بتیم، میتانیم دینمی قسمت از او ما سرش ادیت کنیم یا در رنگا تغییر بیاریم. فرزند ما یک تا ستوری دیگه اضافه میکنم، نمی قسمت کلیک میکنیم، از ماوس رایت کلیک میزنیم، فرزن میگیم اد ستوری، اد ستوری باز گفته که کیپ اگزیستینگ ستوری هایت، بونمو اندازه باشه، فرزن ارتفاع زونمی منزل را که ما شما سه اضافه میکنیم چند متر باشه، فرزن 3 متر، چند دانه اضافه میکنیم، یک منزل اضافه میکنیم، دو منزل اضافه میکنیم، چقدر اضافه میکنیم، یا در سر کدام منزل اضافه میکنیم، فرزن در سر منزل 4 میگیم، در سر زونمو منزل 4 میگیم، یک منزل دیگه اضافه کو کلیک میکنیم، باز میبینید که اتومات 5 منزل بر ما شما اضافه شد، باز میگیم اوکی اوکی میشه، اونو 5 منزل بود، تا حالا 4 منزل ما داشتیم، حالا میبینی شما که ستوری 5 شد، میدید گریت سیستم. یا هم میتونیم ما از اینمی قسمت یک منزل دیلیت هم کنیم که از این قسمت میم دیلیت ستوری دیلیت، اگر بزنیم میبینی که امو منزل 5 را که ما آد کرده بودیم پس دوباره دیلیت شد، با 4 منزل تبدیل شد، دیدین که ارتفاع پایین آمد و دیجه هم میبینید که ستوری 4 و زید مساوی با 12 متر است. هم میتانیم یک منزل احد کنیم و هم میتانیم یک منزل دیلیت کنیم. کویک اد اوتومات میبینید که 4 منزل بود، اگر ما در کویک اد کلیک کنیم میبینید به شکل اوتومات یک منزل دیگه اضافه شد، اگر کلیک کنیم اوکی کنیم بعد میبینید که 5 منزل شد. پس بیایم در فایل ادیت گریت سیستم سیت ستوری نمبر تو دیفالت که ای هم توسط زی امو به شکل دیفالت ما شما نامای منزل میتانیم نوشته کنیم، یا فرزن پس من ده مودیفای شو ستوری دیتا، اگر بخوای منزل 5 دلیت کنیم که سابق 4 بود باز اونمو دلیت ستوری دلیت دلیت اونا دلیت شد، بیرین پس 4 منزل شد. باز میم ده گریت. ای بود از قسمت منزلا. اگر ما شما در گرید لاین های افقی و عمودی خود افقی نظر به محور X و نظر به محور Y تغییر بیاریم هم میتانیم که از اینجا اد نیو گرید سیستم است که فرزن یک گرید سیستم نو ما هم میتانیم در این قسمت اد کنیم. فرزن اینا سبایی ساختمان به این شکل افتیده است، اگر در قسمتش یک ساختمان دیگه هم موجود داشته باشه ما بر زونا هم میتانیم گرید لاین اد کنیم. فرزن میگیم اد این سیستم گرید اول ما گرید اول ما به نام جی یک بود، ای هم او را برش میگیریم به جی دو. باز میبینیم که بر ما شما میگه که ای امو سیستم 90 درجه ای باشه یا سلندریکل باشه یا دایروی باشه، فرزن ما حالا برای فعلا میگیریمش اونو مچارکون باشه. باز دی قسمت لیبل ها را نشان داده است که فرست گرید لیبل به A نشان داده شد و لفت تو رایت باشه یا رایت تو لفت باشه، یا فرزن فرست گرید لیبل نظر به محور Y به 1 باشه یا به A باشه،
دیر ما بدل خواهی خود ترتیب کده میتانیم یا تاپ تو باتم باشه یا باتم تو تاپ باشه. یه سو نظر به محور X، نظر به محور Y و زاویه. که نظر به محور X اینمی ساختمان نو را که امی سیستم گرید لاین را که ما اضافه میکنیم، نظر به محور X چند متر فاصله داشته باشه فرضاً میگیم 30 متر، نظر به محور Y فرضاً میگیم 15 متر، با کدام زاویه باشه فرضاً با زاوی 45 درجه باشه. باز نظر به محور X میگه چند خط داشته باشه، چند محور باشه، بو 4 سیز. نظر به محور Y فرضاً میگه چند محور باشه، 4 فاصله است. بازم نظر به محور X و نظر به محور Y و نمشه 6 متر. اوکی میکنیم، اوکی، نتیجه را میبینیم. نجه ببینیم که اگنانا سیستم گرید لاین دگه به زاوی 45 درجه بر ما شما اضافه شد که ما شما میتانیم دی قسمت ها هم باز تغییرات بیاریم. و یا هم مودیفای میکنیم ماده نمی سیستم گرید لاین خود. دو قسمت بود که ما شما گرید لاین یک شبکه نو را ایجاد میکنیم، اما اگر بخوایم دینمی سیستم گرید لاین خود ما تغییرات بیاریم، فرضاً فاصله زین از بین محور 1 و 2 4 و 3 و 5 است، فرضاً اگر 6 متر ما کنیم، باز برش میگیم اوکی. اوکی، یعنی میبینید که بر ما شما فاصله را 6 متر کده. اما این نصیبه هایی میبینید که یک اندازه سیستم های گرید لاین ها فرق کرد که یک چیز دیگر را باید ما شما اول بخوانیم که گلوت و گرید لاین باشه. دیجا میبینید در قسمت پیش از اینکه ما دبوریم در گرید سیستم دیجا میبینید Add glue line to selected joint یا grid option است، که در grid option باید ما بگویم glue join to grid line. اگر ما کلک کردیم، باز وقتی که ما در grid line های خود تغییر بیاریم، با اون مو اندازی که ما در بیم تغییر آوردیم، grid line ها هم تغییر میکنه. که در قسمت اول شما دیدین که grid ساحت بیما موازینمی بیمه طولش زیاد شد، اما جهت گرید لاین ها تغییر کرد. اما حالا گلو یا مشتریش کردیم بیمه کرد گرید لاین، حالا تغییر نمی کنه. اگر بیایم دیجا بگویم edit grid system modify spacing انتخاب می کنیم، فرضاً ایره می گیم 6 متر، می گیم اوکی، بازم اوکی. می بینیم که حالا گرید لاین ها در جای خود مان و ای هم 6 متر شد، چون ما ای را گلو کردیم، سرش بود. در دفعه اول اگر ما تغییرات آورده بودیم سرش نبود و نمو گلو نبود، از این خاطر تغییر کرد. باز می ایم در ایدت گرید سیستم می گیم مودیفای سپیسنگ و نمو 4.35 انتخاب می کنیم. اوکی، باز اوکی. میبینید که پس 4 متر و 35 سانتی شد. نظر به محور X و یا هم نظر به محور Y ما شما میتانیم مودیفای کنیم که سپیسنگ انتخاب میکنیم. دیجا هم نظر به محور X تغییرات میتانیم آورده، نظر به محور Y تغییرات آورده میتانیم، یا هم منوم سایز دایره که بابل سایز ما تغییر داده میتانیم، رنگای گرید لاین ها را تغییر داده میتانیم. اینمی قسمت ها بود. یا فرضاً اینمی ساختمان ما شما بعض فعلا به زاویه 90 درجه افتیده است، اگه اینمی رو ما یک روتیشن بتیم، فرضاً به زاویه 45 درجه ما میگیم اینمی ساختمان ما باشه. اگر کلیک کنیم اوکی. اوکی، حالا میبینید که ساختمان ما شما سابق نظر به محور X موانا نظر به محور Y موازی بود، اما حالا به یک زاویه ساختمان ما شما قرار گرفت که ای در ایدت گرید سیستم میشه. باز میگیم مودیفای، ای را میگیم 0 درجه باشه، 0. اوکی، باز ما نبیم، ما شما ببینیم که نظر به محور X و نظر به محور Y با هم موازی قرار گرفت. یا هم ما شما این نصبه اگر دو سیستم، سه سیستم، چهار سیستم داشته باشیم، ما شما میتونیم از این میجا دیلیت کنیم، دیلیت گرید سیستم. اگر اد گرید سیستم ما برش بگیریم انتخاب کنیم، فرضاً یک سیستم دیگه هم انتخاب شده است. دیجا اگر ما بیم بگیم ادیت گرید سیستم
همین سیستم جی دو آماده عزیزی اگر برش کلک کنیم بگوییم دلیت دلیت میشه اوکی اون سیستم جی دوی که ما شما انتخاب کده درا کده مونیم او دلیت شد. خب کپی اگزیستینگ گرید سیستم که میتونیم از اینمی ما شما یک کپی بگیریم یا اد تو دی ایکس اف اگر اینمی را ما شما باز ده امپورتی با کار بر ما شما میه که اد تو دی ایکس اف اگر فرضاً یک پلان رسم کرده بودیم ده اتوکاد میتونیم ما او را او نمو سیستم گرید لاینا را از اتوکاد بدون زی که ما ده ای تابز درا کنیم راسن میتونیم از اون موجه هم یک سیستم گرید لاین اد کنیم و یا هم دیلیت کنیم. کی بودین این صاحبه محترم از بخش در بخش در مینوی در بخش مینو از اد تو ستوری گرید سیستم اد گرید لاین اد سیلیکتد جوینت فرزن یک درمی مینو که ما شما خواندیم یک چیز را مانده بود در مینوی درا اگه سعی کنین درا جوینت است که ما شما جاینت ها را هم میتونیم درا کنیم یکی به دست آزاد فرزن ما میتونیم هم درا کنیم یک دانه جاینت دینجا کلک میکنیم یک جاینت رسم شد و یا هم دیجا یک از خود یک باکس دارانمو که ما شما میتونیم افسید کنیم فاصله برش بتیم فرزن به میلیمتر واحدش نشان داده است دا افسید پلانش فرزن نظر به محور اکس ما میگیم 1500 میلی و یا نظر به محور وای یا میگیریم 2500 میلی و در زید هم ما میگیریم چون ارتفاع ما میخوایم در منزل بالا اد کنیم از خاطر پیک فرزن 12 متر است 1230 هم برش میوانیم میلی کلیک میکنیم میبینیم این دینی قسمت یک دانه دیگه جاینت بر ما رسم شد. اینال اگر از این جاینت ها ما بخواهیم که گرید لاین ها تیر کنیم باز میگیم اد گرید لاین اد سیلیکتد جاینت فرزن از کماند ما شما خارج میشیم این از اینمی کلیک میکنیم این جاینت ها باز میگیم دفع مینو میگه اد گرید لاین تو سیلیکتد جاینت باز میگه پرلل تو ادمی سیستم جی یک میگه موازی باشه به گرید لاین را تیر میکنین موازی باشه به محور اکس اگر برش بگویم اپلای میبینید که نظر به محور اکس از اینمی جاینت بر ما شما یک دانه گرید لاین تیر کرد یا اینمی را اگر باز سلک کنیم بگویم اگر نظر به محور وای هم بر ما شما تیر کنه باز میگه نظر به محور وای بر ما هم تیر کنیم میبینید که دیگه قسمت یک دانه گرید لاین دیگه هم اضافه کرد یا اگر به یک زاویه قرار داشته باشه اینمی گرید لاین ما شما باز هم میم ده دی قسمت ما شما میتونیم زاویه شد فرضاً به زاویه 45 درجه اگر کلیک کنیم میبینید که یک گرید لاین دیگه به زاویه 45 درجه هم برای ما شما ترسیم کرد. اگر پس بخوایم در حالت قبلی بیم از کیبورد خود کنترل زد میزنیم و یا هم از اینجا میگیم ریدو یا اندو ریدو باز اونمو کار میکنه که یک ساعت بیشتر براتان گفتم. ای بود از اد گرید لاین تو سیلیکتد جوینت دیگه گرید آپشن است که گرید آپشن ها براتان یک ساعت بیشتر گفتم که یک از گلو تو گلو جوینت تو گرید لاین است که یک گرید لاین ها وقتی که اگر یک بیم ده سر یک گرید لاین گلو یا مسرش نباشه اگر ما تغییر بیاریم ده فاصله گرید لاین ها باز بیما در جای خود بیمانه گرید لاینا حرکت میکنه که یک ساعت بیشتر ما شما دیدیم. یا لاک سکرین تو گرید سیستم ادیت وقتی اگر ای آن نباشه وقتی ما شما در روی صفحه تغییرات میاریم در سر سیستم گرید لاینا و تغییر نمیه اگر لاک بود تغییر نمیه و اگر آن لاک بود باز در سیستم ما شما تغییر میایه. دیگه شست این نصیبه ریپلیکیت ریپلیکیت باز باشه برای درس بعدی فکر کنم برای امروز اینما قدر کفایت میکنه چون ریپلیکیت باز افشان های زیاد داره و کاربرد زیاد داره ده ای تابز از ریپلیکیت امروز میگذاریم. دوستای عزیز اگر شما علاقه مند آموزش برنامه های انجینری هستین لطفا
چینل آنلاین سیول انجینیرینگ را سبسکرایب نمایید و علامت زنگ را نیز بزنید. به محض که ما ویدیوهای جدید برای شما اپلود میکنم، شما دوستای محترم میتونین تشریف بیارین در چنل آنلاین سیول انجینیرینگ و از اونا مستفید شوین. و یهو تعداد از دوستایی که این ویدیوهای ما از طریق صفحه فیسبوک آنلاین سیول انجینیرینگ تماشا میکند، لطفا ویدیو را به دوستای خود شریک سازین، کومنتای تان بنویسید. اگر در درس کدام مشکل پیدا میکنین، میتونین شما در صفحه فیسبوک به شکل کومنت بنویسید. ما انشالله بر زنمو مشکل شما ویدیو جور میکنم و یا هم مشکل شما را نوشته میکنم جوابش. به امید که روزای قرنطین بخیر سپری شوه و تمام شما از گزند کرونا دور باشیم. روز خوش و اوقات خوش براتان میخوایم. این نصبه موفق، کامگار و سرفراز باشید.